مسیجش رو برای ما بفرسته، اون وقت شاید جونش رو بهش ببخشم. فرستاده که این جواب رستم رو شنید گفت: پهلوان، تمام این دشت پر از سپاه چینه. خاقان هم خوب راه و رسم جنگیدن رو میدونه. انقدر تند نباش ای خداوند رخش، به دشت آهوی ناگرفته مبخش. وقتی حرف به اینجا کشیده شد، رستم رکاب به پهلوی رخش زد و به میدون جنگ برگشت. اگه حالت گرفته است، چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن که تو فن بشین و گوش کن به داستان این فن. سلام، من ایمان نجیمی هستم و این پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم. ما در تلاش هستیم که شاهنامه رو به گونه دیگه ای روایت بکنیم تا ارتباط نسل جوان ما با قصه های این سرزمین حفظ بشه و بفهمن که چه گوهر نایابی در ادبیات این سرزمین خفته که ما میخوایم اون رو دوباره زنده بکنیم. امیدوارم که لذت ببرید و سابسکرایب ما یادتون نره و اگر دوست داشتید لطف کنید لایک و کامنت برای ما بگذارید تا ما بتونیم به این مسیر ادامه بدیم. از سمت چینیا برتوس دلاور با رستم روبرو شد. رستم اسب به کنار فرتوس رسوند و مثل نهنگ اون رو از زین بلند کرد و به زمین کوبید. دستاشو بست و به لشکر ایران سپرد. خاقان چین وقتی جنگیدن رستم رو میدید که هر لحظه جلوتر میاد، از پشت فیل فریاد زد: کسی در بین لشکر هست که زبان ایرانی بلد باشه؟ سربازی جلو اومد و گفت که ایرانی میدونه. خاقان سرباز رو فراخوند و گفت: همین حالا پیش رستم برو و بگو در این جنگ تندی نکن، دست از جنگ با ما بدار که هیچ کدوم از اینهایی که به زخم شمشیر تو دوچار شدن سهمی در این کینه و جنگ ندارن. هرچه کرده افراسیاب کرده، شاهی که از کم عقلی فرق بین آب و آتشو نمیدونه. بهتره که با ما آشتی کنی و پیمان ببندی. بهش بگو که تعهد میکنیم هر سال باج و خراج معادل 10 چرم گاو پیش سپهبد بفرستیم. کسی نیست بی آز و بی نام و ننگ، همان آشتی بهتر آید ز جنگ. سپاهی هی به اسب زد و تا پیش رستم تاخت و پیام خاقان رو بهش رسوند. رستم در جواب گفت: این شما بودید برای تاراج ایران پا به این سرزمین گذاشتید؟ چی شده که حالا گریه و گفتگو میکنین؟ برو بگو گنج سپاه، پیلان و اسبان و تاج شاهیش رو به همراه تخت آجش رو برای ما بفرسته، اون وقت شاید جونش رو بهش ببخشم. فرستاده که این جواب رستم رو شنید گفت: پهلوان، تمام این دشت پر از سپاه چینه. خاقان هم خوب راه و رسم جنگیدن رو میدونه. انقدر تند نباش ای خداوند رخش، به دشت آهوی ناگرفته مبخش. وقتی حرف به اینجا کشیده شد، رستم رکاب به پهلوی رخش زد و به میدون جنگ برگشت. به چشم برهم زدنی رستم هر کسی از سپاه چین روبروش بود رو تار و مار کرد و نزدیک پیل خاقان رسید. خاقان که رستم رو اینقدر نزدیک دید از جونش سیر شد. کجک فیل رو کشید و زوبینش رو به دست گرفت و به سمت رستم حمله برد، اما هرچه زد به رستم کارگر نشد. رستم کمندش رو از فتراک رخش باز کرد و به سمت خاقان چین انداخت. چون از دست رستم رها شد کمند، سر شاه چین اندر آمد به بند. رستم
خاقان را از پشت پیل پایین کشید و با دست بسته در جلوی اسبش پیاده به سمت لشکر ایران برد. نه پیل، نه تخت آج، نه یاران خاقان، هیچ کدوم باقی نموندن. چون این است رسم سرای فریب، گهی بر فراز و گهی بر نشیب. چون این بود تا بود گردان سپهر، گهی جنگ و زهر است و گه نوش و مهر. ابری سیاه همه آسمون رو پر کرده بود، چنان که چشم جایی رو نمی دید. پیران در کنار لشکر میدون جنگ رو نگاه می کرد. وقتی دید همه پهلوانهای چینی و خاقان گرفتار شدن، رو به سردارهای تورانی کرد و گفت: حالا وقت فراره، اینجا دیگه جای جنگ نیست. از سمت دیگه گیو دلاور وقتی میمنی سپاه دشمن رو در هم شکست، هرچه بود تاراج کرد. بعد از چپ و راست لشکر جستجو کرد تا بلکه پیران رو پیدا کنه. وقتی سپاه دشمن فرار کرد، دلیران ایران با رستم به سمت کوه هماون برگشتن تا کمی استراحت کنن. زمانی که گذشت رستم گفت: دلاورا، کیخسرو به من گفت توس سپه بود به کوه اومد و گودرز و بهرام و جیو هم نتونستن جلوی حمله پیران و هومان تا بیارن. اون روز من وقتی فهمیدم سپاه ایران در تنگناس، شب و روز با رخش تاختم تا به اینجا به هماون برسم. وقتی رسیدم و چشمم به کاموس و سپاه بزرگ توران و چین افتاد، گفتم کارمون تمومه. من حتی در جنگ با دیوای مازندرانم اینقدر پراندیشه و دلاشوب نبودم. حالا همه باید به نیایش یزدان بشینیم، چرا که اون یار و یاور ما بود برای این پیروزی. کنون جامعه رزم بیرون کنیم، به آسایش آرامش افزون کنیم. رستم نامه‌ای برای کیخسرو نوشت و در اون داستان جنگیدن و پیروزی نبرد هماون رو نوشت و نامه رو همراه با خاقان چین و غنیمت‌ها به فریبرز سپرد تا پیش کیخسرو ببره. کیخسرو وقتی خبر پیروزی و نامه رو از فریبرز گرفت، کلاه شاهیش رو از سر برداشت و فرود آمد و پیش یزدان به خاک بغلتید و گفت: ای جهاندار پاک، ستمکاری کرد بر من ستم، مرا بی پدر کرد با درد و غم. تو از درد و سختی رهانی دیم، همی تاج را پرورانی دیم. زمین و زمان پیش من بنده شد، جهانی ز گنج من آگنده شد. سپاس از تو دارم نه از انجمن، یکی جان رستم تو مستان ز من. کیخسرو اون چه از غنیمت براش فرستاده بودند رو به مردم مستمند بخشید و بقیه رو به گنجور سپرد. بعد هم دبیر رو پیش خوند و نامه‌ای در جواب رستم نوشت. رستم تهمتن، اسیر کمند تو خاقان چین همراه با هدایا و غنایم جنگ به من رسید. دلم نیومد که اونو بکشم و همون بهتر که در بند باشه. روزی موبدی به هم گفت اگر دشمن رو زنده به بند آوردی، اون رو زود نکش، چرا که هر زمان که بخوای میتونی این کارو بکنی، اما اگر اونو کشتی دیگه نمیتونی زندش کنی. ذکارت خبر بود مرا روز و شب، گشاده نکردم به بیگانه لب. شب و روز بر پیش یزدان پاک، نوان بودم و دل شده چاک چاک. کسی را که رستم بود پهلوان، سزد گر بماند همیشه جوان.
کیخسرو نامه رو مهر کرد و دستور داد خلعتی از 100 اسب با ارزش همراه با زین و لگام طلا، 100 شتر دیبای چین به همراه 2 انگشتر یاقوت نایاب و هدایای فراوان به همراه کاروانی برای تهمتن و سرداران روانه راه کنند. اما بگیم از افراسیاب و شکست سخت سپاه توران. پس آگاهی آمد به افراسیاب که آتش برآمد ز دریای آب. داستان کاموس و منشور و خاقان چین رو برای افراسیاب گفتن و یادآور شدن که توران یکی از سخت‌ترین شکست‌ها رو متحمل شده. گزارش 41 روز جنگ بیامان هماون رو به افراسیاب دادن. افراسیاب بزرگان توران رو جمع کرد و گفت امروز فهمیدم که لشکر بزرگی از ایران به این سمت اومده و لشکر توران رو در هم شکسته. کاموس پهلوان کشته شده، خاقان چین در اسارت و رستم هم در بین سپاه ایرانه. اگر این طور باشه برو بوم ما از بین میره. سالها پیش وقتی لشکر به مرز ری برده بودم، همین رستم که فقط یه نوجوان بود به میدان من اومد. من اونو به بازیچه گرفتم. به یامد چنانم ز زین برگرفت که ماندند گردان بدو در شگفت. اگر کمربند و بند قبام پاره نشده بود کشته شده بودم. این رستم کسیه که با یه گرز به جنگ جادوان مازندران رفت. بزرگان توران وقتی غم افراسیاب رو دیدن از جا بلند شدن و گفتن ای شاه، اون چه کشته و تلفات بوده از سقلاب و چین بوده و از لشکر توران کسی کم نشده. چرا از رستم بترسیم؟ حالا باید آماده بشیم و راه را به رستم ببندیم. خبر به رستم رسید که افراسیاب دوباره مشغول آماده شدن برای جنگ. رستم پهلوانها رو جمع کرد و تصمیم بر این شد بعد از چند روزی استراحت دوباره آماده مقابله با سپاه توران بشن. این بود ویدئوکست پادکست داستامینوفن و قصه شاهنامه به نثر. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. حتماً حتماً و حتماً کانال ما رو سابسکرایب بکنید تا اپیزودها رو از دست ندید. اون زنگوله رو بفشارید. لایک و کامنت انگلیسی هم فراموش نشه که این بزرگترین حمایت از ماست تا بتونیم شاهنامه رو برای شما روایت بکنیم. نوش گوشتون باشه و تا قصه بعدی قصتون بی‌قصه.